سلام و شبتان بخیر. شما خوش آمدید بیننده برنامه سلام سرزمین من به گونه زنده از نورین هستید. امشب به یک بحث کلان میپردازیم، در افغانستان نه بلکه در تمام جامعه بشری، بحثی که حداقل میتونه دنیا را رهنمود باشه و ما روی مسائل کلان دنیا کنار بیاییم و حداقل بتانیم به فطرت انسان و اون چیزی که بشر رویش تمرکز میکنیم ما احترام بگذاریم و اون حس پذیرش یک دیگر است. بحث کلان در تمام جامعه بشری بحث قانون مطرح میشه و رعایت کردن قانون. قانون در دنیا با شکل‌های مختلف با موارد مختلف تطبیق میشه و از این قانون حمایت میشه. در افغانستانی که ما زندگی میکنیم، یک کشور اسلامی و قانون اساسی ما و تمام قوانینی که در اینجا نافذه هست با مجموعه قوانینی که ما داریم، اینها یک نوع همه برداشته شده از قرآن عظیم شان و از بحث اسلامی در افغانستان مطرح میشه. بحث کلان که ما مطرح میکنیم، چرا بشر قانون زیر پا میکنه و زمانی که قانون زیر پا میشه به ابعاد مختلف این انعکاس پیدا میکنه. گاهی وقت هم قانون خیلی زیرکانه زیر پا میشه ولی شهروندان نمیدانند که این قانون چگونه زیر پا میشه. ماهیت قانون، جایگاه قانون، فطرت انسان، خلقت انسان، همه این بحث را امشب دنبال خواهیم کرد در برنامه سرزمین من. امشب قیس الدین قفقان فیلسوف جهان امشب در استودیو با ما هستند که روی ماهیت و چگونگی بحث فطرت انسانی خواهیم پرداخت. اول خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش باشین. تشکر از اینکه از ما دعوت کردین در برنامه زیبایتون. بله. اولین سوال مطرح میکنم با پوزش تمام. بیایم روی فطرت انسان صحبت بکنیم، روی خلقت انسان و پس از این که سلسله قوانین آغاز میشه و بشر میاد تکامل میکنه و یک نظام را شکل میده. از این آغاز شروع بکنیم روی آسیب شناسی و چگونگی تطبیق قوانین. تشکر میکنم، چون ما مسلکی نیستم، مرا دانشمندا به بزرگواری خود ببخشن. در کنفرانس بین المللی که در 2009 75 کشور سر موضوع قانون در مسکو در اکادمی علوم مسکو مرکز تحقیقات علوم حقوقی جهان و حقوق بین الدول از ما دعوت کردن. بله. دو جا خلاصه مقام اول شدم. فهمن که ما اونجا یک جمله بسیار مقبول گفتم یک شخص بیگانه را، یعنی یک شخص بیگانه با مفهوم ایست که یک شخص که رشته ریاضی است و در رشته ریاضی یک علم نو بیگانه دیگر را بنیانگذاریش که ریاضی فلسفی است. در مجلس بیگانه شما برش دعوت کرده نیشه و دومین سخنران مجلس، یک سخنران خود کسی که افتتاح کرد، بر ما این وقت دادیم. تشکر میکنم که ما رشته ما حقوق نیست اما خود ریاضی قانون است. خود ریاضی اما مساوات است، یعنی اما عدالت تامین میکنه. خود ترازو اما شاینش اما نقطه صفری است، نقطه مرکزی است. بالاخره ما قانون از دیدگاه ریاضی فلسفی ارائه میکنم. بله. چون کل دنیا میفهمن که ما بی سواد هستم، با سواد ها گپای دیگر ها را میگن. وقتی که حرفشون خلاص میشه باز میرم به کتاب خانه. از ما سواد می یک سواد است و قرآن کریم است که تمام احبار ضربه اف شده، تمام درخت ها قلم شده و ای ابحار رنگ شده، یکی از کلمات قرآن کریم به تلیل و تجزیه گرفتن همیشه. تا جایی که انسان خلیفه خداوند است، قرآن در کل نازل میشد، خاشه میشد و به پیغمبر معظم ما صلی الله علیه و سلم وقت که شرف نزول میکنه و بالاخره بر ما جایی که مرا اجازه میده همین مسلکم و بالاخره تا جای درکم میخوایم که قانون از دیدگاه ریاضی فلسفی بیان کنم. پیش از اینکه کائنات با وجود بیاد قانون وجود داشت. قانون مخلوق نیست، قانون خالق نیست، قانون رابطه بین خالق و مخلوق است. چون قرآن کریم قانون اساسی تمام کائنات است، پیش از اینکه کائنات با وجود بیاد قرآن در لوح محفوظ بوده. قرآن جوابگوی تمام نیازمندی های آینده، گذشته، طبیعت، ساینس، تکنولوژی و بشریت است. فلهذا
ما برای شما نقطه بسیار مهمی که میخواییم که چون وقت یک ساعت یا 55 دقیقه در مقابل این سوال بسیار وقت کم است، ما میخواییم فلسفی وجودی قانون تشریح کنیم. قانون نیست، قاف، الف، نون، واو، نون. من اگه وقت در مکتب همیشه نشان میکردم قانون سرتخته بازی را پس پاک میکردم. قانون نیست که نشتش کنی پس پاکش کنی. قانون وقتی تطبیق میشه که با جامعه بالای خود تطبیق کنه. ما میخواییم پیش از اینکه سر این مطلب صحبت کنم، میخواییم که فلسفی وجودی قانون نه. بله. قانون طبیعت. وقتی که کلش در یک مسیر در حرکت است، یک سیاره دیگه سیاره را پیش نمیکنه، تمام شنا میکنه با یک قانونمندی. سیاره پرواز میکنه با یک قانونمندی. 21 مارس نوروز است. حیوانات قانون نمیفهمند. اما انسان ها که خودشون خلیفه خداست، این قانون تطبیق بالای خود نمی کنن. اگر خودت استاد حقوق هستی، مثل که یک کسی که بوکسر باشه با یک کسی که در جیدو باشه مسابقه، که یک پالوان مسابقه کنه، برد و باختش معلوم نیست. من اجازه بدین که من برای شما سر فلسفی وجودی قانونی قسم صحبت کنیم که انسان که وقتی که آفریده شد خلیفه خداوند جلال شانه او، فلاسفه قدیم میگن که چهار ماده اساسی خلقت کائنات است. او عبارت از خاک است، آب است، آتش است و باد است. این به قانون تنظیم شده. قانون که تنظیم شده، چرا انسان ها از خاک آفریده شده؟ با کدام قانون از خاک؟ چرا از آب آفریده نشده؟ میخواییم موضوع را بفهم. چرا از خاک؟ چرا از آب؟ چون آب گنده میشه، قانون آب گنده میشه، خاک گنده نمیشه. آب همه چیز پاک میکنه، وقتی کثیف میشه به خاک پناه میبره. سر آب که فشار میره فرار میکنه، سر خاک که فشار میره الماس جور میشه. خاک فروش محکوم است، آب فروش محکوم نیست. چرا از آتش آفریده نشده؟ چون آتش سرکش است، چون شیطان ازش آفریده شده سرکش. خاک افتاده است، انسان باید از افتاده باشه. چرا از باد آفریده نشده؟ چون قانون بادی است که هوای نفس ما، هوا خود هواست، متغیر می باشد. انسان باید از ثابت باشه. چون خلیفه خداوند جلال شانه او در زمین است، پس خداوند جلال شانه کنه که روی قانون آفریده. قانون سیارات، کهکشان ها، قانون روز، قانون شب، قانون زمستان، قانون تابستان، تمام چیز قانون اتم، الکترون، پروتون، یک پایش که سرش گب دیم وقت زیاد میگره. یک هم اشاره کردم. بله. وقتی که تشکر میکنم که با قطع نمیکنین، من 3-4 دقیقه تری مورد براتون در پیزر با سوالتون که وقت براتون میگم. وقتی انسان از خاک آفرید، برش خداوند چی درز داد؟ برش قانون درز داد. نام تمام اشیا را برش درز داد، نام اسماء الحسنا را درز داد و برش گفت تو خلیفه مسیح در زمین. این رو علما از بکر خوب تر میفهمن. درس دوم برش چی دارد؟ برش سجده کردن یاد داد. چطور سجده کردن یاد داد؟ این سجده که برای ملائکه ها هدایت داد که سجده کنین برای بابا آدم علیه السلام. ما میبینیم که سجده تعظیمی و تعظیم کرده شنه، احترام کرده باشه بر دانشش. بره. چون چیزی که من میفهم شما نمیفهمین. وقتی سوال ها رو بابا آدم علیه السلام جواب داد، وقتی که چیزی که من میفهم شما نمیفهم. چیزایی که علما تشریح کرده من او رو تشریح نمیکنم. من میگم کرفایی که تابل تشریح نشده او رو تشریح میکنم. بله. سجده یعنی احترام کرد، تعظیم کرد برای بابا آدم علیه السلام، نظر به دانشش، دانش. دوم یعنی سجده بوده تعلیمی تا بابا آدم علیه السلام سجده رو یاد بگیره. دو درس داد برش، یکی قانون طبیعت برش یاد داد، دیگه قانون سجده را یاد داد. چرا سجده؟ چرا سجده؟ سوال است؟ بله. پروردگار جان چون خوب به سجده ما ضرورت نداره.
ما قلم رو میبینیم، قلم اولین چی این کاری که میکنه سجده کلمه یاد میتیموره، دوم کاری که میتونه عشق ریختن یاد میتیموره، سوم کاری که تواضع یاد میتیموره، چهارم کار میتیموره دفر کردن یاد میتیموره. قلم چهار درس میتیموره، چهار مادر کلاشیم، چهار درس. جان گلستان میسازه باک ما پروردگار که نون و قلم گفته نه؟ چون نون و قلم قانون هم داخلش رو نون نستک دیگه باید که اگه خنده کنیم. وقتی که مردم هایی که دپا کار میکنه جان قبرستان جور میکنه، قلم چی میکنه؟ سجده میکنه، عشق میرزه. مردم هایی که یک تیداد کار میکنه دپا خون میرزه، این توازو میکنه، او تکبر میکنه، این گلستان جور میکنه و قبرستان جور میکنه. وقتی که بابا آدم علیه السلام یاد گرفت گفتیم 4 دقیقه، دونین دقیقه دیگه مونده. وقتی که بعد از اینکه درسش خلاص شد استاد بر تحصیلات عالی یا داخل جنت کرد، در جنت هم 2 درس دادش. تمام اشعاری که در تیوری آموخته بود از مولوستان و اشعار، تمام چیزی که در خلقت وجود داره بر اشرف المخلوقات یاد داد بابا آدم علیه السلام. در جنت اینترنت بی، تلویزیون بی، تیاره را بی، این را بی، همه چیز دید. بسم الله الرحمن الرحیم، این نو من سلمان و این نو بسم الله الرحمن الرحیم. در یک سال تخت ملکه سوان اولادش گرفت، خداوند جلشون برش گفت چیزی که من هستم تو نیستی، چیزی که تو استی من هستم، من خدا هستم تو بنده، تو خدا شده نمیتونی من بنده شده نمیتونم، دیگه اما کار هستی. مرده را من زنده میسودم تام زنده ساخته میتونی. گفت در کجا؟ گوان اولادت عیسی علیه السلام. آسمان ها زیر امر من، زیر امر تام است. کی؟ سلیمان پیغمبر. در کنار من میشینی. گفت در کجا؟ گفت در شب میراج اولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اما کار هستی، غیر از خدا شده نمیتونی. یک دست در جنت، 2 درس خود دیدین آداد شد. درس دوم حقوق در کجا بنیان گذاری شد؟ گفت در یونان، نه در فرانسه، در سرون که فرانسه، یک گفت نه در چین، یک گفت نه کشور ما، هر که کشورش قدامه داشت امو ادعا کرد که ما حقوق بنیان گذاری کردیم. اساس رو میایم سر موضوع خود. گفتم نه خیر، حقوق در جنت بنیان گذاری شد. برای بابا آدم علیه السلام حدش حتی این کرد ای کار کو، ای کار کو، ای کار کو، اما در اینجا نزدیک نشو، به این درخت نزدیک نشو، اینجا لیمتش هم معلوم کرد، حدش حتی این کرد. در جنت استاد سعی کنن درخت کم نبود، میوه کم نبود، کدام تو صاحب خانه میمانه میکنه تو از این میوه نخوخی، چرا سر دسترخان آوردی؟ کدام تو صاحب باغ میگه در باغ ما آمدی کل با انگور بخوری رو نخور؟ چیک مت است؟ بس موی منو میست اینجا اینجا تشکر میکنم با اصول آمدید. چیک مت است که بر بی بی مریم سلام الله علیها بر از او میوه از جنت میه، بر ابراهیم خلیل علیه السلام قچ میه از جنت، اما بابا آدم علیه السلام که خلیفه خداوند است برش اجازه نمیده که در درخت نزدیک نشو. حکمت قانون ازی شروع میشه، برش حدش تعیین میکنه. و گپ دومی که پروردگار برش میزنه میگه من در کار تو غرض ندارم، مگم تو در کار من غرض بی، وقتی که تو دوزی میکنی ما تو را خبر کردیم، اگر پلیس دستا گیرت که دستا قطع میکنه منتها ما میبینیم دستا خوش نمیکنه، تو فایل خود مختار هستی، این صلاحات هم میتش. مگم تو در کار ما غرض بگی پدرت مریض میسازم تو دوابت جورش کو، زمستان سرد میسازم تو لباس گرم پوش، کوره بردادیم بشکاف که قوت در آهنه هست، اما کار شده بی تو در ذاتم داخل شده نمیتونیم. وقتی درس ختم کرد بابا آدم علیه السلام چی کرد؟ چکر خود را زد کرده مادر بزرگوار با بی بی هوا سلام علیه ها چکر خود را می زد. خدا من گفت خالق ما را تو را برای خلیفه در زمین آفریدیم نه بر جنت. بلا تشبیه نوزه بلا محصولی که در خارج تحصیل خود را خلط میکنه باز دوتا نبیه. این پاراگراف دیگه شد تشکر بگیرم که به قطر نکه دیگه، این پاراگراف دیگه شد کتا ختم می شد. وقتی چکر خود زد دمی اصلا برش گفت که نزدیک نشو جایی. وقتی که نزدیک شد بگوی سیدو مفت است هیچ کس نمیره، بگوی $100 از کلگی میره، بگوی رو بند است کلگی، بگوی رو باز است کلگی نمیستیست. مثل که من در دفترم بادیگارد ندارم، در جای بادیگارد ندارم، میگم چی؟ میگم که اخو میخوای خدا بکشی خدا بوی معرفی کن. وقتی درخت مهم شد برای بابا آدم علیه السلام دیگه درخت رو اگر میگو بخو تالی نمیخورد، چون آیت اولی است که برای جنت جورش نکده بود
برای ساختن این دنیا جورش کرده بود، برای خلیفه خود در زمین جورش کرده بود. خداوند ما را میگه برای عبادت آفریده، بله برای عبادت آفریده، اما اول برای خلافت، دوم برای معرفت، سوم برای بندگی، چهارم برای عبادت. چون پیغمبر معظم و عبده و رسول اوست، مقام بندگی بالاتر از رسالت است. وقتی که نزدیک شد گفت با بایده مدول کرد، ولی واری خونیز بلا تجبه تلفون کنن که غی غرازش نکی برای از جنت. از جنت که وقتی که برامد ورخطا شد با بایده من علیه السلام، ولی خب من را جنت میکشد باقوان بگه بخی زود برای از باق چمی کاش که یک جیب بداشم اگه هم میوه میوه گرفتم. گفت کاش که من کدام جیب میداشتم تا دل خود بکرده بی بی اوار بگه که یک جیب بدوست که ما یک هم چیز از جنت بگیریم. دادم دلش میگرده لباسایشان میگره. حکمت لباسایش چی است؟ اوجا برای بی بی مریم سلام علیها میوه میره، لباسای میوانه میگره. این چه حکمت است؟ لباسایش که میگره به می خاطر کفن نجیب داره ندوخته میشه. قانون کفن نجیب است دوخته نشد، نه نجیب دوخته نشد ندوخته میشه. قانون است که بسرم قانون بالاخره گو برو من لباس زنم، زنم لباس من. آیت ساری است به می خاطر نگفته زن لباس پشمی، مرد ابریشمی، اینجا یک مساوی ایرانش میکنن. قانون زر مرد یک مساوی ایران میکنن. به می خاطر بابا آدم علیه السلام از خاک آفریده شده، بی بی هوا از خاک آفریده نشده. بی بی هوا از خاک آفریده نشده. صدیقه خون چی میگی؟ بله بی بی هوا از خاک آفریده نشده. درخت از خاک آفریده شده، میوهش از درخت. بی بی هوا میوه بابا آدم است. میوه شیرین میباشه، زن شیرین است، مادر شیرین است، دختر شیرین است، خوشتر شیرین است. میوه دارای پوست میباشه. قانون میوه پوستش است که پوستش کنی میوه گنده میشه. زن با حجاب تولد شده، زن با حجاب تولد شده. کسانی که در غرب به حجابی میکنن هر میوه که وقتی که به پوستش میکنی که گنده میشه، زنای به حجاب گنده شده. و در داخل میوه چی است؟ تخمش میباشه. قانون میوه تخم است، برای ادامه نسلش است. فهمانده شد؟ در قلب بزرگ شده، از قبرقه تولد شده. انسان در شکم مادر خود بزرگ میشه، از دامن مادر تولد میشه. قانون شکم چی است؟ قانون شکم تشکر میکنه خوب چیز معرفی کردی، اومی قانون معرفی کردی. باز بریم سر قانون افغانستان. سر در شکم مادر که وقتی که نطفه گذاری میشه همه چیز میخوری، در جنت هم همه چیز میخوری. نیجا کار میکنی، در جنت کار میکنی، نیجا فکر میکنی، نیجا در جنت هم فکر میکنی. در شکم مادر تشویش داری، نه در جنت هم تشویش نداری. اما چیزی که در جنت است در شکم مادر است. با مجرد که از جنت که کشید بابا دمه باول کرد، وقتی که تولد میشی باول میکنی. در جنت عضوی تازه و در شکم مادر هم تازه بشه. وقتی بابا آدم علیه السلام که کشید از جنت، این یک گفت مدیجه خدمش، وقتی کشیدشه گفتم چند دقیقه مرا ببخشیم بینید دار یک کنیم دقیقه دیگم، یک کنیم دقیقه دیگم تشکر میکنم. بسیار جالب است استادی برای من، بسیار جالب است که وقتی که من به الحضرت حضرت شریف تشریح کردم، به دانشمندان تشریح کردم، پیشانی و زناق به ماچ کردن. بابا آدم علیه السلام وقتی که جنت برآمد آرام میخوای میره نتیجه گیری صحبت ما است. پاراگراف اول نتیجه گیری صحبت است. فلسفه وجودی قانون بود. آیا بابا آدم علیه السلام وقتی در جنت برآمد دو بار دیدین رو نامدیم؟ یک بار جور ما که دیدین رو از خاک داخل ما که در جنت پس کشیده ما رو؟ بله. شما چند بار سالگردتان سالگیریتان میگیرین؟ یک بار. شما دو بار تولد شدین برادر. یک بار از پدر تولد شدین، یک بار از مادر تولد شدین. یک بار نطفه گذاری میشه بعد از 9 ماه و 6666 ساعت 39 هفته 114 ساعت بعد با تولد میشی 9 ماه و 9 روز نوگری. دقیقا صحیح شد. وقتی بابا آدم علیه السلام که وقتی که از جنت برامه چی کرد؟ استاد حقوق و من میفهم پرسان کنم چیزی که تر بیتشه به حقوق من میخواد کلمه استادی استاد خواستی از طرف ریاضی فلسفی جوان هم استاد هستی. وقتی که بابا آدم علیه السلام که برامد آیا پشت مادیت بودوید یا پشت معنویت؟ یک نکته خیلی قابل مکس و تمرکز هم است این میشه ازت پاس بونی جست قربان سلام. آیا پشت مادیت دوید پشت معنویت؟ به خاطر عورت خود ستر عورت فرض است. به خاطر ستر عورت خود بیشتر ستر عورت گشت. ستر عورت لباس هستک. چرا پروردگار برش لباس کم بود نبود که لباس هایش در جنت گرفت که برو خود دیدینا لباس جور کن؟ چرا گندم نموندش بخوره؟ خود دیدینا اولین رشتهش دقانی و لباس جور کردن بود.
به می خاطر ددان غار کوی ثور جولاغه که استاد کرد، جولا یعنی یک جولایی کو لباس خود دوخت. باز دوست بس باز بعد از سر صحبت میکنیم. بیایم یعنی مادیت حافظ از معنویت است. وقتی خواست که برای پروردگار گناه خود شافی کرد، ما افتخارات خود شافی میکنیم، مسجد جور کردیم که ای کردیم، برای رق خدمت کردیم، ای مکتب جور کردیم، ای قدر موسی خیره داریم. بابا آدم علیه السلام گناه خود شافی کرد، پروردگار رو ظلم کردیم. پیش از گناه خود شافی کنه باز بر رفت با قل و علاحت وضو میشه نخیر، باید کرسی شریف وضو میشه نه، قرآن کریم ختم کنی وضو میشه نخیر. رفت بر مادیت پناه برد، یعنی بر آب رفت وضو کرد، اگه آب نباشه باز به خاک تعمل میکنی. پس توسط مادیت وضو میشه. صد روایت مادیت است. وقتی که شکم خودم سیر کرد مادیت است. وقتی که زنم گفته لباس من مال لباس زنم، زنشم داده که سر زمین انداخت و می خاطر پیش زن خود. بالاخره وقتی که گناه خواهد شروع کرد، به همین خاطر ما علت پسبانی ماست که ما مادیت رابطه شرف ده. ما گفتیم دنیا مردود است، همیشه از پیش ممرا گفتیم دنیا مردود است، دنیا ارزش نداره، دنیا دوزخ است. در حالی که در دوزخ آدم نعمت خود روان نمی کنه. بهترین نعمت پروردگار دین است و قرآن است که قرآن دهی دین را روان کنه. پس فی دنیا حسنتان و فی الاخرت حسنتان، تو که دینا را حسن جور نکنیم آخرت ما حسن نمیشه. تشکر میکنیم. سیدو صاحب، یک سوالم که خیلی در ذهن همه جوانان دانشگاهی در ذهن همه خطور میکنه و خیلی یک سوال محوری هم هست، اونی است که چرا جوامع اسلامی با نمت یک فلسفه که تمام قوانین دنیا را میاره نقض میکنه و یک قانون پیشتاز ما داریم، حتی فلسفه هایی که حتی دنیا عقلش هم کار نمیکنه، شما به اون اشاره کردین و خیلی نکته های باریک هم بود، چرا جامعه اسلامی عقب میمانن و از یک حرکت میان خود عقب میزنن و همیشه اقبالشون ظلم و ستم قرار میگیرن؟ ما دو سه قسمت کردیم جامعه اسلامی را. بله. یک قسمت زمان پیغمبر معظم ما، اصحاب کرام، تابعین و تبع تابعین، اوائل 786 شما یک ابجد هستین؟ مگم 786 ابجد نمیگم، میگم 786 میلادی را شما میفهمین؟ میگم بله میفهمیم. کدام سال بود؟ 786 میلادی سات اختراع شد. از جامعه اسلامی تمدن شروع شد، ساعت وقت ارزش دادن، ساعت اختراع شد. ورسن از انسان رفیق و وقت جواب طالب بگیرین که بسیار جواب بسیار نوست، یک سیف سرش برای مام نوست. بله. ساعت 786 میلادی توسط مسلمان ها زمان هارون الرشید اختراع شد. یک ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه است. یک دقیقه ما چند ثانیه است؟ 60 ثانیه است. و میخواد 60 الله اکبر میگن، 30 الله اکبر در اذان میگن، 30 الله اکبر در اقامت، 5 اذان 5 شش 5 اقامت 5 شش 30 30 60 مدار مجموع مدار 4 الکترون 2 الکترون 18 الکترون 8 الکترون 18 الکترون 32 الکترون 4 مدار الکترون 60 میشه. سر عددش قبل نمیزنه، باز موضوع حقوقی است که باز کانال تغییر ندن. بله. 60 سر به 786 کنین چی میشه؟ میشه 47160. 47160 چیه صدیق افغان؟ همه شما قریه دارین، هیچ وقتان قریه افغانستان چقدر است؟ 786 هم 60 کنین. یک اپ خواستم که زیادی هم بگوی. بله. صحیح شد؟ پس جواب شما را سکنید. علت پسبانی مسلمان ها در سه نقطه لفت است. رابطه بین دنیا و آخرت یا نفهمیدن، رابطه بین مادت و معنویت نفهمیدن، رابطه بین زمان و مکان نفهمیدن. گرفته این همیسی جمعه را؟ زمان اینقدر مهم است که یک آدم یک سیر طلا را دوزی کنه، اینقدر گناهگار نمیشه که ده دقیقه وقت دوزی کنه. وقتی که یک وقت یک سیر طلا را پیدا میکنه، پنج چارک طلا پیدا میکنه، رو دسو آدم ماش بکنه، میکنه طلای تا دوزی کنه، یک چارک را زیاد بگی بیادر که من یک وقت دوزی کرده بوده میشه، برای ببخش. اما ده دقیقه وقتش دوزی کرده باشه، او ده دقیقه وقت بس داده نمیتونه. سالا یادم گناهگار است، خداوند به زمان قسم یاد میکنه، تاکید میکنه، قسم نمیگم، تاکید میکنم، والعصر ان الانسان لفی خسر، من تاکید میکنم به بزرگی زمانه. خب
امی وقت اول تشریح میکنیم باز بلنه. رابطه مادیت و معنویت باز حقوق زن در اسلام چی کردن امی دیت پس پولیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلات و خیر و من النوم صبح کی بعد از آزان میگیم اصلات و خیر و من النوم اگر با تجوید خوانده نتونه سو مزه نیست مرا ببخشین. این چه مانا؟ یعنی نماز بهتر از خواب ولی مغز چهار مغز بهتر از پوست چهار مغز است. شما پوستش خواب مغزش نماز. پوست کنین بخیزن جان اوزو کنین اما چهار دانه چهار مغز بخورین. چند دانه چهار مغز بخورین؟ چهار دانه چهار مغز بخورین. پنج دانه اجازهت نمیده که میگه گلون درد نشید. چهار رکعت نماز خواندی دیگه دیگه نماز اجازه نیست برات. وقتی که صلات نماز بهتر از خواب است یعنی مغز چهار مغز بهتر از پوست چهار مغز است. این حال شما وقتی مغز چهار مغز خوردین باز پسان باز باز چهار مغز پوستش هم میخورین باز از نماز باز خواب میکنین خور 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 خواب میزنین. هیچ کسی امیر نگفت که میزد بعد از نماز در بجایتان که اگر میشینی سر یک موضوع علمی فکر میکنی مقصد خواب نکنی بخیر باز از شوقت بخوا نماز دمی نماز شوقت بخوان. اگر شوقت خواندن نتونستی چه مانا؟ اگر تو بیل نمیزنی نماز جمعه را بخوان با سرزمین خدا متفرق شد کار کن. یگانه چیزی که در اسلام هیچ رخصتی وجود نداره در اسلام رخصتی وجود نداره برادر وقت ارزش دادن. این حال ما وقت ارزش ندادیم. اسلام وقت ارزش داد مسلمان ها وقت ارزش نداد. مسلمان ها عابد است عابد است عبادت میکنه تجد میخونه این میخونه این میخونه میخونه کیران عبادت میکنه؟ کسی که نمیشناسه اول شناخت خدا دوم عبادت خداست. آیا مسلمان ها خدا را میشناسن؟ من میگم نمیشناسین برادر. بسیار سری میگم آیا طفل برق میشناسنی؟ طفل او جوشی را میشناسنی؟ دجدس میزره چرا نمیشناسه که نمیترسه بشناسه میترسه. یک تیداد مسلمان ها خدا را نمیشناسن که نمیترسن بشناسن میترسن چون نمیشناسن نمیترسن سرانجام میسود رشوت ها میگرن در پیش کی؟ در پیش پیاده خود نمیگرن در پیش خدا صاحب میگرن شهر شهر در جیب خود میپردن. پس علت پسمانی مسلمان هاییست که اینو وقت ارزش نمیدن. وقتی که وقت ارزش نمیدن خداوند نمانده شد که عبادت کو میگه برو کار کو نماز دیگر رو میکنی دیگه عبادت نمیمونی تن میگه برو تفریح کو به وجود که دخالیت برست. یک علت پس بانی امروز مردم در مریخ میره بسیار تیز رفتم بسیار سرعت رفتم. امروز مردم در مریخ رفته. چرا در مریخ رفته؟ کفار رفته بله. وقت ارزش دادن. آیا خداوند برای روی ملائکه را روان کده؟ خدمتی؟ بلکه بایس خلیفه خدا رسالت خدا درک کردن که ما بنیس خلیفه خدا هستیم. خلیفه خدا تنها مسلمان ها نیست. یک وقفه بسیار کوتاه داریم صحبت را بعدا ادامه میتیم فرمان شد. یک وقفه کوتاه داریم پس وقفه کوتاه بس ما ادامه خواهد داشت. خیلی وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.